جشن بزرگ غدیر، اتفاقی که افتاد و ملزوماتش برای سالهای آینده. امروز میخوام راجع به این مسئله با هم دیگه صحبت بکنیم. به نام خدا، عرض سلام خدمت مخاطبین محترم، هر کس که صدا و تصویر من رو میبینه و میشنوه. پوریا فاضل هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما. خب الان 2 ساله که در تهران و شهرهای ایران موضوع جشن غدیر رنگ و بوی دیگه‌ای به خودش گرفته، وسعت در واقع این جشن‌ها بیشتر شده، مشارکت‌های مردمی داره بیشتر میشه، اهمیت تقدیر و تکریم در این روز داره بیشتر خودش رو نشون میده. بخشی از این ماجرا در واقع بر عهده کسانی بود که در این سالها در منبرهای خودشون، در گفتگوهای خودشون راجع به تکریم روز غدیر و در واقع این جایگاه عظیمی که این عید بزرگ برای مسلمون ها میتونه داشته باشه فعالیت کردن، صحبت کردن، کار فرهنگی کردن و حالا منجر شده به حرکتی که ما میبینیم 2 ساله در شهرهای بزرگ ایران و در جای جای جغرافیای ایران داره انجام میشه، به خصوص در شهرهای بزرگ نموده بیشتری پیدا میکنه. مثلا در تهران سال گذشته که خب خیابون ولیعصر بود و امسال اومد در میدون آزادی به وسعت 10 کیلومتر از میدون امام حسین تا میدون آزادی موکب‌هایی برپا شد که برگرفته از فرهنگ عاشورایی و در واقع مکتب اربعین بود. به هر حال این فرهنگ داره خودش رو مدام تکرار میکنه. شما میبینید در فرهنگ موکبداری و در فرهنگ زایش آفرین اربعین ما در چالش‌های ملی خودمون، در اتفاقاتی که در جای جای ایران میفته، سری موکبدارها رو میبینیم، جای سیلی میاد، زلزله میاد، سری حضور پیدا میکنن. باز اون فرهنگ برگرفته از اربعین رو که در اون موکبها آنچه که دارن در طبق اخلاص میگذارن برای زائرین، همون رو پیاده میکنن در واقع اتفاقات ناگواری که برای جاهای مختلف در کشور میفته. مثلا جای سیلی میاد، زلزله میاد، سری حضور پیدا میکنن، چه کمک یدی بخوان به نیروهای امدادی بکنن، چه کمک های پشتیبانی که میخوان انجام بدن به ساکنین منطقه‌ای که در اون در واقع اتفاق ناگوار افتاده. این خودش یک بخش از در واقع زایش فرهنگی اربعینه که خودش رو در اتفاقات گوناگون تکثیر میکنه و فرهنگش رو تکثیر میکنه. یک موقعیت برای شیعه و تفکر شیعی و داشتن یک همچین فرهنگ عظیمی نظیر اربعین. مشابهش در غدیر هم داره پیاده میشه. قرار نیست این همون باشه، قرار هست که اینها به همدیگه متصل بشن. ببینید، شما نقشه فرهنگی دارید، تفکر شیعی یک نقشه فرهنگی داره. این نقشه فرهنگی برگرفته از نقاط مختلفیه، یکی از اونها عاشوراست، یکی از اونها اربعینه، یکی از اونها غدیره، قربانه. اعیاد مذهبی مختلف، روزها و رویدادهای مذهبی مختلف که در یک نقشه واحد، اینها نقاط مختلفی هستند اما به همدیگه متصل میشن و یک تصویر رو ترسیم میکنند برای شیعیان. این اون چیزیست که به هر حال داره انجام میشه و بیشتر اتفاقاتی که میبینید هول و هوش این قضیه میفته، حاشیه سازیهایی که داره صورت میگیره، اینها بیشتر به علت اینه که اون نقشه شکل نگیره. شما تفکر اسلامی رو یک نقشه که در نظر بگیرید، وقتی شما نقاط مختلف رو به هم دیگه متصل میکنید، یک راه به شما نشون میده، یک مسیر به شما نشون میده. حاشیه سازی های پیرامون مسائل نظیر اربعین، پیرامون غدیر، پیرامون قربان، پیرامون اعیاد مختلف، پیرامون ایام سوگواری متعدد، شبهاتی که مطرح میشه توسط دستگاه های رسانه ای، اینها بیشتر برای اینه که این عدم تحقق اتصال نقاط شکل بگیره. ولی شما میبینید همیاری مردم و حکومت اسلامی در یک پدیده ای مثل غدیر، اینجا منجر به شکل‌گیری صحنه بسیار باشکوهی مثل جشن غدیر میشه. جشن غدیر حاصل همکاری یک سازمان و ارگان نیست، نقش آفری یک سازمان و ارگان نیست. جشن غدیر دقیقاً نشان از حرکت روبه جلو و همدلانه مردم و ارگان‌های رسمی در حکومت. حکومت وظیفه داره و باید این کارو بکنه در بخش فرهنگ سازی. اتفاقا بعضی از این لیبرال ها دیدم میگن که چرا پولهای مردم رو دارید خرج، نمیدونم جشن غدیر میکنید، چرا دارید پولهای مردم رو؟ باید خرج بکنه حکومت اسلامی برای فرهنگ سازی، باید خرج بشه و کارو خوبی میکنه اگر خرج کرده و اتفاقا سالهای بعد بیشتر باید خرج بکنه.
اینکه گلایه نداره. شما میرید پولهاتون رو خرج میکنید برای از بین بردن فرهنگ ایرانی اسلامی، شرکت ها میزنید، تجارت میکنید، اسپانسر میگیرید، میرید فیلم میسازید، تئاتر میسازید، سریال میسازید که توش مؤلفه های اسلامی رو بزنید. فیلم ها و سریال های امروز شما اینه و حکومت اسلامی وظیفه داره برای احیای فرهنگ ایرانی و اسلامی خرج بکنه. حکومت اسلامی برای چی تشکیل شده پس؟ همش این نیست، اما بخشی از کار حکومت اسلامی اینه که فرهنگ غنی و صحیح تفکر شیعی و ایرانی اسلامی رو هم تولید بکنه و هم بست بده. این در جواب اونهایی است که میگن چرا پولهای مردم رو دارید خرج اینجور مسائل میکنید. حکومت باید فرهنگ سازی انجام بده و تولید فرهنگ داشته باشه و تکثیر فرهنگ داشته باشه. برای کسانی هم که فکر میکنند این کارها نشدنیست، قدیر نمونه کوچکی از توانستن تولید فرهنگ تفکر شیعیه، یک بخش کوچکی است. و یکی دیگه از جذابیت هایی که جشن قدیر امسال داشت مشارکت ارتش جمهوری اسلامی بود، چه در عراق و شهر نجف در گلارایی صحن و سرای امیرالمومنین، در واقع پخش نزورات، طبخ نزورات، حضورش در مناطق مختلف کشور به عنوان در واقع نیروهای جهادی، چه کارهایی که انجام شد توسط ارتش، چه پشتیبانی که از همین جشن قدیر در تهران صورت گرفت که امسال بخشی از پشتیبانی این قضیه بر عهده ارتش بود و مشارکت فعالی را انجام داده بود، دست به دست دادن مردم و ارگانها و سازمانهای حکومتی در یک همچین رویدادی بسیار صحنه باشکوهی رو خلق کرد، بسیار زیبا بود و یک سری کارها برای بهتر شدنش باید انجام بشه. ببینید ما الان در مرحله تولید فرهنگ هستیم، باید این فرهنگ در واقع جایگاه خودش رو پیدا بکنه، باید این فرهنگ نقش خودش رو در سپهر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران پیدا بکنه و پشتوانه علمی داشته باشه. پشتوانه علمی اون فقط صحبت روی منابر نیست، بخشی از در واقع پشتوانه فرهنگی پدیده قدیر باید رسوخ بکنه این فرهنگ به روزهای مختلف، جریانهای مختلف، دستگاه‌های مختلف. چه چیزی در قدیر داره اتفاق میفته؟ چه فرهنگی در قدیر داره اتفاق میفته که عده‌ای هر آنچه که دارند رو در طبق اخلاص میگذارند؟ من یه صحنه رو دیدم خیلی جالب بود، میگفتش که من پول ندارم بیام غذا درست بکنم یا مثلا کمک بخوام بکنم به کسانی که طبخ غذا دارن یا دارم مسائل مختلفی رو ارائه میدم به مردم، اما همین هندونه‌ای که دارم رو با 25% 30% مثلا تخفیف به مردم تو این روز میفروشم. ببینید از آنچه که داره میگذره، هر آنقدر که میتوانه میگذره. این فرهنگ از خود گذشتن، این فرهنگ ایثار در یک دنیای امروز که یک ریال دو ریال کردنش برای عده‌ای میشه کل سبک زندگیشون، یک همچین پدیده‌ای تئوریزه کردنش کار نهادهای علمی است، نهادهای علمی فرهنگی، کار اندیشکده ها. حواشی هم حتما به دنبال خواهد داشت دیگه، اینها قابلیت این رو دارن که در واقع تبدیل بشن به فرهنگ عمومی و به فرهنگ سازی بکنن، تکثیر بکنن خودشون رو در سایر لایه‌های اجتماعی. باید به این سمت حرکت بکنیم، هم حرکت کردیم و قطعا خواهیم کرد، ولی دشمن هم بیکار نمیشینه دیگه، شما رو درگیر میکنه. خب روز عید قدیر که میشه 1001 مورد رو برای شما به وجود میاره. از پاسخ بدید به شبهه ما، ببینیم در روز عید قدیر پیامبر گفتش که این علی دوستارش هستم من یا نه، این جانشین من میخواد بشه. اینو باید بیایم با هم دیگه راجع به این قضیه بحث بکنیم. در حوزه علمیه افراد متبحری هستن که دارن این قضیه رو سوالها پاسخ میدن و سالها هم هست که نه برای در واقع اون جماعت بهانه‌گیر این موضوع حل شده و نه میپذیرند، هر سال هم این قضیه تکرار میشه. شما یک سری رد صحبت‌های ثابت دارید، یعنی در ایام قدیر یک سری شبهات ثابت دارید، در ایام عاشورا یک سری شبهات ثابت دارید، هر چی که به اینها جواب میدید که کسی جواب اون کسی که قلبش مریضه جواب شما رو نمیاد بپذیره، اون مدام فقط مطرح میکنه. شما هم باید با کار رسانه اون رو جواب بدید، اما اصل نیست، فرعیات قدیره. ما یک چیزی داریم به اسم قدیر که امروز داره تبدیل میشه به یک درخت تناور و نمود فرهنگ شیعی. این فرهنگ خودش متبلوره، این فرهنگ خودش جلوبرنده است، این فرهنگ خودش پاسخگو کننده است. در کنار شاخ و برگاش این شبهات مسخره‌ای که این قلب‌های مریض هم دارن انجام میدن، این مغزهای کوچک زنگ زده، اینا رو هم جواب بدیم در قالب کار رسانه‌ای.
اما کار رسانه اصلی ما اینه که این فرهنگ رو به جامعه منتقل بکنیم تا ببینند فرهنگ شیعی چیه، تا ببینند تئوری شیعه چیه. این قضیه باید دنبال بشه و دنبال خواهد شد انشاءالله. تا برنامه دیگه، خداوند نگهدار ایرانیان عزیز، خداوند نگهدار ایران اسلامی ما. یا علی.